دوستان من همراهان همیشگی درود بر شما، امیدوارم هر جای دین دست دلتون شاد، لبتون خنده و ایام به کامتون باشه. از جام یاشاردوغه ترکیه آنتالیا در خدمت جنایزن هستم. سال 2024 اسفند ماه 1402 روزهای پایانی سال. ببینیم محمد رضا لطفی در دیدار رده‌بندی چه میکنه در مقابل کشتیگی از بحرین. البته کشتیگی بحرینی روسیال از هستش، شامیل شریپوف. ببینیم چه میکنه محمد رضا لطفی. لطفی با دوبنده قرمز و شریپوف با دوبنده آبی در کشتی میگن. قد قواره شریپوف یه مقدار بلندتر از کشتیگیر ماست. آغاز شد و شاخ دسته که یه لحظه میرفت کرد شریفوف رد توشک خارج کنه. شریفوف هم اومد یه لحظه مبدل کنی بتابونه کشتیگیر ما رو بده. خب خوشیار بود کشتیگیر ما، کنار توشک باید مراقب باشه. کشتیگیر روس معمولا بدلکار زیرک و خوشیار کشتی میگیرن، مخصوصا کنار توشک وقتی میخواهد توشک خارج شدن بدلکاری میکنه و حریف رو خارج میکنه. ببینیم چه میکنه در ادامه. همچنان رو به جلو اگر بخوان اختاری بدن شاکتر ها فعال کنند مطمئنن به کشتیگیر روس خواهند داد، بحرین خواهند داد. نقشی دوستان روس ها دیگه تقریبا تو 6 وز کامل جا افتادن تو بحرین. به زودی مطمئنن اون 4 تا وز هم میارن و تیم بحرین کلن میشه روسیه. یعنی بچه های ما دیگه همه جا حریف های اصلیشون هستن. هر وقت اسم تیم بحرین میاد یعنی ما با روسیه داریم کشتی میگیریم. چشاخ همچنان دست هم دیگه کار میکنن دو کشتی گیریم. درخواست کمکاری برای کشتیگیر بحرین. شریپوف و مورد تایید قرار میگیره. اما کشتی نگه هم میدن و تذکر میده به کشتیگیر بحرین که کمکار هستش و منتظر باشن تا چاتگیره فعال بشه روی تابلو. خب بریم ادامه کشتی. محمد رضا لطفی که دور اول استراحت داشت، دور دوم متاسفانه در مقابل کشتیگیر مغول در قهرمان جهان کشتیش رو واگذار کرد. 4-2 البته 2-2 جلو بود، ثانیه پایین کشتی رو واگذار کرد. کشتی خوبی گرفت اونجا با قهرمان جهان و اونجا که حریفش به فینال راه پیدا کرد اومد در شانس مجدد. در شانس مجدد تونست کشتی گرجستان رو 10-3 با شایستگی شکست بده و به رده‌بندی برسه. حالا در مقابل شریفوف. خب 30 ساله شاتگران به پایان میرسه و یک امتیاز برای کشتیگیر ما ثبت میشه. متاسفانه تابلوی امتیازات بسیار فاصله داشته از توشک، خیلی هم کوچیک بود. ما اگر بخواستیم تابلو هم در تصویر باشه کشتیگیر رو اصلا نمیدیدیم دوستان، بخاطر همین ما مجبور شدیم که تابلو رو زوم کنیم و تصویر در بیاریم. ها درخواست کمپانی بر کشتیگیر ما دارا کشتی نگه هم داره و از اکرام یک کشتیگیر ما کمکاره. مطمئنه 3 دقیقه دوم شاکتران فعال خواهد شده کشتیگیر ما. یه از اوقات برای زیگیری شریف و افایی نتاشد دستای لطفی عبور کنه. سعی میکنه حالا پیش بندازه دور بزنه کشتیگیر بحرین رو. این شریف و هم آنج رو گلو گرفته و اجازه نداد که دور بزنه لطفی. خب 30 ساله وقت ساعت فرا میرسه. دو کشتیگیر نزد محبه خوشون میرن. ببینید چه تاکتیکی در نظر میگم. من سلیقه دوم عزیزانی هم که به تازه به جمعه پیوستیم لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کلاس رو حتما فعال کنید، چون وقتی که هر یوتیوب ویدیو جدید بارگذاری میکنه یوتیوب به شما پیام میده و دیرک کشتیگان لذت خواهید بود. پیج اینستاگرامی ما www.parsi اونجا هم میتونید آخر اخبار ازدانی رو پیگیری کنید. ما هم سعی میکنیم لینک ویدیوها رو اونجا براتون استوری کنید که خیلی راحت با کلیپ برای لینک وارد یوتیوب بشید و کشتی ها رو تماشا کنید. بریم به صدقه دوم ببینیم لطفی چه خواهد کرد. مطمئنا شریپوف میاد سرعت رو بالا ببره تا اختار رو بگیر از کشتی ما، ولی پا بس نذاشت تن بدن رو ستون کرد زیر شریپوف و با زیر کتف سعی میکنه راه رو برای جلو فرو کش باز کنه.
شاه همچنان کشتیگیر ما رو به جلو مدت بدنش میچربه چهی پوز داور کشتی نگه میده به هر دو کشتی از اکبار میده که انگشتها رو نگیرن هنگام ایجاد شروع داور نشون میده که میخواد اختار رو بده به کشتیگیر ما یه لحظه زیر یه خم نفت که توشه خارج کنه چقدر گلدو رو زیرک کشتیگیره بحرین پشت رو رها کرد پشت ادامه میداد و توشک خارجش میکرد اومد برای دو امتیازی ولی خب جمع جور کرد خودش رو کشتی گیره بحرین اول نشون میده که میخواد به دونده آبی اختار بده درست هم هست اینجا کار کشتی گیر ما بهتر کار کرده همه سنگین لطفی بعد خوشی رو جدا میکنه و نمیان که شاید سر شاخ باید و اصلا کار کنه داور درخواست کمکاری میکنه و کشتیگیر ما با حال شاتگلاک فعال میشه روی محمد رضا لطفی ببینید چه میکنه در دار کنه اگه همینطور ادامه میداد اختار رو یک بادی میتونست روی شاب کشتیگیر بحرین قرار بده یه لحظه رو خواهی میکنه این دکتر میگیره شامل شریپوف قبل از اینکه سی ثانیه شاتگلاک به پایان برسه به زودی یک امتیاز هم به خاطر شاتگلاک دریافت خواهد کرد بسی گوشتی دو مصرف میشه حالا شرشاف یک بادی به گرس از محمدرضا لطفی دیگه باید بره برای جای پند حالا سی ثانیه هم به پایان میشه یک امتیاز هم میدم به شریپوف بسی گوشتی سه بر یک میشه حالا یه لحظه حالا میاد کمرگیری کنه خودش گیر میکنه رو پل میره یه چارته از دست داد به خوش رها کنه فشار زیادی میاره چونه هاش کاملا به توشک چسبید کشتی گیره ما اول میخواد که اعلام ضربه فنی کنه باید این توشک بله مرتعی قرار میگیره و ضربه فنی و تمام متاسفانه محمدرضا لطفی اینجا مدال برنز رو هم از دست میده خب خسته نباشید میگیم بهش مطمئنا تجربه‌ای خواهد بود برای کشتی‌های آینده‌اش جوان جوینا ما محمد رضا لطفی خب دوستان تا لحظاتی دیگر بدرود.